کشور افغانستان این روزها در حال تجربه یک مقطع خاص سیاسی و امنیتی سرنوشت ساز است. پس از سقوط دولت داوودخان در این کشور و روی کار آمدن کمونیست‌ها در کابل، جنگ داخلی در این کشور آغاز شد. روندی که زمین ساز ظهور طالبان و ادامه جنگ‌های داخلی تا امروز بود. پس از خروج نیروهای نظامی خارجی در این کشور، دوباره طالبان حملات خود را برای تصرف شهرستان‌های این کشور آغاز کرده و تا کنون بخش زیادی از آنها را به دست آورده است. از سوی دیگر نیروهای نظامی افغانستان در تلاشند تا این مناطق را از دست طالب‌ها پس بگیرند. هرچند این موفقیت‌ها تا کنون اندک بوده است. هیئت‌های طالبان و دولت کابل دور جدیدی از گفتگوها را در دوحه و در میان حملات این گروه شبه نظامی در افغانستان آغاز کردند. حالا مردم این کشور نگران بازگشت روزهای دهه 70 شمسی و روی کار آمدن دوباره طالبانند. با اعلان خروج ایالات متحده آمریکا از سال 2014 از افغانستان و کاهش سربازانشون، طالبان به لحاظ قناعتی که به جنگجویانشون داده بودن، اینکه 100 چند هزار سرباز خارجی اومد نتونست اینها رو مغلوب بکنه، با این روحیه به نوعی یا با این جملات روحیه اون جنگجویانشون رو تقویت کردن. به همین خاطر با همون امکانات موجود اون زمانشون، یعنی 2014، تونستن که موثریتشون رو افزایش بدن، چون روحیه در بین سربازان طالب یا در بین جنگجویان طالب بالا رفته بود. حالا که 2 سال پیش رو اگر در نظر بگیریم، بعد از 5 دور مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا، افغانستان، چین و پاکستان، طالبان حاضر نشدن اینکه به میز مذاکره با ایالات متحده به میز مذاکره بیان. آقای دونالد ترامپ اگر خاطرتون باشه در نزدیکی گورستان سربازان آمریکایی استراتژی جدیدش در مورد افغانستان رو با فشار حداکثری نظامی بر علیه طالبان اعلان کرد. خب حرف خطرناک و امیدوارکننده ای بود. خطرناکش از این بابت بود که اگر این استراتژی تا آخر دنبال نشه چه اتفاقی میفته که امروز شاهدش هستیم، و امیدوار کنندهش این قسمت بود که ممکنه یک برخورد قاطعی در مقابل گروه‌های مختلف مسلح دولت افغانستان شکل بگیره. در یک مدت کوتاهی این اتفاق افتاد و بعد بلافاصله آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ تغییر رویه دادند. این تغییر رویه یک اعتماد به نفس بالاتر به طالبان داد در اینکه ایالات متحده آمریکا از طریق جنگ نمیتونه ما رو شکست بده، و روحیه در صفوف جنگی طالبان افزایش پیدا کرد. یک تعدادی از مردم که اصطلاحاً بلا تکلیف بودن اینکه کدوم طرف باشند، برای حفظ جان خودشون، برای اینکه بتونن تو مناطق خودشون زندگی بکنن، برای اینکه مورد اذیت و آزار نیروهای نظامی مخالف مسلح دولت قرار نگیرند، تمایلشون رو به سمت گروه‌های مخالف افزایش دادن، یا اینکه در مقابل عملکردهای نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان سکوت می‌کردند. ما شاهد این هستیم که طالبان با توجه به نوع رویکرد اشتباهی که آمریکایی‌ها در مذاکرات صلح افغانستان در طول 2 سال گذشته روی دست گرفتن، شما ببینید که آمریکا به عنوان یکی از ابرقدرت‌های جهان میاد و رو در روی نمایندگان سیاسی طالبان پشت یک میز می‌نشینه و با طالبان مذاکره می‌کنه بدون اینکه دولت افغانستان حضور داشته باشه. به این خاطر آمریکایی‌ها شأن یک دولت رو به طالبان دادن و یک قدرتی که پایاپای با خود آمریکا است. یعنی وقتی پشت میز میشینی و عملاً دو طرف از یک موقعیت مساوی برخوردار هستن. من خود طالبان پس از اینکه قدرت نظامی پیدا کرده بودن و در عرصه منازعات قدرت و نظامی داشتن حرف جدی میزدن، در عرصه مناسبات سیاسی هم مشروعیت سیاسی پیدا کردن توسط آمریکایی به اونا مشروعیت سیاسی داد و تا حد بسیاری هم در نتیجه توافق صلحی که آمریکا با طالبان امضا کرد، طالبان تونستن که از آمریکایی‌ها امتیاز بگیرن. به این خاطر جنگ‌هایی که امروز ادامه داره، طالبان به این باور رسیدن که بدون مذاکرات سیاسی و صلح میتونن که قدرت در افغانستان به دست بگیرن، و ما شاهد تکرار تلخ دوباره تاریخ در افغانستان هستیم که تصاحب قدرت از راه نظامی. وقتی مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالب ها آغاز شد و در سال گذشته، در فوریه سال گذشته، توافقنامه امضا شد و عملا ایالات متحده آمریکا از صحنه جنگ حذف شد، جنگجویان طالب و اون بخش جنگی طالبان که فقط اصرار بر ادامه جنگ تا پیروزی دارند، سوار بر اوضاع شدن و فکر میکنن حالا که ایالات متحده آمریکا از معادله حذف شده، ما آمریکا رو شکست دادیم،
با این غروری که براشون ایجاد شده فکر میکنن دولت افغانستان رو خیلی زود میتونن که گلیمش رو جمع بکنن. تجربه سالهای 1370-1371 هجری شمسی در افغانستان هم چراغ راه همین کسانیه که امروز دارن میجنگن و فکر میکنن حکومت فعلی افغانستان به سرنوشت حکومت دکتر نجیب میتونه دوچار بشه، به شرط اینکه اونها مقاومت بکنن، اخلاص و ایمان بیشتری از خودشون نشون بدن. همین خاطر شما شاهد بودید که طالبان هیچ وقت در این چند سال در ماه رمضان جنگشون رو متوقف نکردن، چون میدونستن ماه رمضان به لحاظ جنگی بر روحی سربازانشون خیلی موثر هست. در حال حاضر هم در بعد داخلی و جنگی داخل خود طالب ها اونها از یک روحی بسیار بالایی برخوردارن، با شجاعت بیشتری، به قول خودشون با اخلاص بیشتری توی عملیات ها و اقداماتشون دارن عمل میکنن و این باعث شده که اون جهت قوی بشه. در جهت مقابل پراکندگی، فساد و همچنین عدم مدیریت سالم یا سوء مدیریت باعث شده که سربازان در نقاط مختلف جنگی اطمینان از عقبه خودشون هم به لحاظ لوجستیکی و پشتیبانی و هم به لحاظ به نوعی همکاری سایر نیروها در صورتی که دچار مشکل بشن اونها خیلی نگران هستن. به همین خاطر خیلی از مناطق در حال سقوط مواجه هستن. از سال 2013 به این طرف که بحث خروج نیروهای خارجی مطرح شده، شخصا خودم شاهد این مسئله بودم که در بسیاری از مناطق پاسگاه‌های پلیسی که بوده یا پاسگاه‌های نیروهای امنیتی دولت افغانستان حضور داشتن، برای اینکه بتونن خودشون رو حفظ بکنن ارتباطات مخفی با طالبان برقرار کردن که یک بخشی از امکانات تسلیحاتیشون رو به طالبان بدن یا به طالبان سلاح بفروشن، خیلی برای رفت آمدها و مراودات اونها مشکل ایجاد نکنن، در مقابل طالبان هم با اینا کاری نخواهد داشت و اینا بتونن در اون جاهایی که هستن، پاسگاه‌هایی که هست اصطلاحاً در افغانستان پسته میگن، در پسته هاشون بتونن حضور داشته باشن. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به صراحت گفته است که فکر میکند رهبری افغانستان خود توانایی حفاظت از حکومت مرکزی را دارد. اشرف غنی و مقامات نظامی افغانستان هم بر همین نکته تاکید میکنند. رئیس جمهوری افغانستان گفته است که کمر نیروهای طالبان شکست خواهد شد و نیروهای دولتی به زودی تمامی مناطق را پس خواهند گرفت. در نبود کمک نیروهای خارجی، تأمین امنیت همه نقاط افغانستان برای این گروه بیش از حد سنگین به نظر می رسد. اگرچه سربازان کم آموزش دیده ارتش افغانستان با امکانات محدود غالباً توان حمله گروهی شورشیان را در شهرستان ها ندارند. با این حال، گروه طالبان طی دو دهه نتوانسته است حتی یک مرکز ولایت را تحت کنترل خود درآورد. تنها مورد استثناء سقوط و کنترل 3 روزه شهر قندوز در سال 2015 است. اگرچه بعد از 14 سال جنگ چنین تصرفی برای شورشیان امتیاز بزرگی محسوب می‌شد، اما پس از 3 روز کنترل شهر دوباره به دست نیروهای دولتی افغانستان افتاد. خروج یکبارگی نظامیان آمریکایی اونم با این سر و صدا و با این هیبت و تخریباً تخریب سلاح‌ها و تجهیزات که آمریکایی‌ها با خودشون داشتن، یکی از یک مقدار شو تحویل دادن به نیروی امنیتی افغانستان، اما کلاً با این وضعیت یک مقدار سر روحیه نیروی امنیتی افغانستان تأثیر کرد و این روحیه رو تضعیف کرد، بخصوصاً که طالبان حملات شدت بخشیدن. در گرم و گرم این شدت حملات نیروی آمریکایی عملاً ترک افغانستان شروع کردن. غیر از اینکه ترک شروع کردن، خب نقش مشوره‌دهی و حمایت مخصوصاً در بحث حمایت‌های هوایی رو به خود داشتن، اما یک باره همه این مسائل متوقف شد به دلیل ارتباط نزدیکی که بایدن با پاکستان داره. به این باور است که آمریکا باید از افغانستان خارج بشه، سیاست های برنامه خودش رو تغییر بده و بعد کنترل افغانستان بده به دست پاکستان. پاکستان اما کشوری است که به باور همه مردم افغانستان در طول 7 دهه گذشته که از ایجاد پاکستان میگذره، عامل اصلی بی‌ثباتی در افغانستان سیاست‌های پاکستانه. بحث عقبه جنگی که طالب رو داره حمایت می‌کنه، اون بخش‌های ایدئولوژیک در خاک پاکستان در اون طرف مرز دیورند و همچنین امیدواری که دولت پاکستان برای تقویت طالب ها در افغانستان پیدا کرده، فکر می‌کنم که اونها وقتی دارن جنگ رو در شرایط نهایی خودش می‌بینن، فشار کمک‌های خودشون رو به طالبان افزایش دادن. یک نکته رو هم اینجا اضافه بکنم، یک نظم اسرارآمیزی در بین طالبان مشاهده میشه که این نظم تا حالا در طول تاریخ در بین افغان‌ها وجود نداشته و من فکر میکنم این نظم یک طراحی مدیریتی مدرن بسیار قویه که از عهده حتی دولت‌های کوچیک منطقه هم خارجه. در داخل چتر نظام شورای عالی دولت ساخته بشه، همه گروه‌ها و جریان‌هایی که داخل در نظام هستن بیان دور هم جمع بشن،
آقای اشرف غنی آخرین کاری که برای افغانستان میتونه انجام بده، شاید مفیدترینش باشه، این که اینها رو مجبور به توافق بر روی یک نفر به عنوان رئیس دولت موقت بکنه، خودش قدرت رو به این شخص منتقل بکنه، نظام پابرجا بمونه، از طریق این گروه های مختلف انسجام و همچنین استفاده از قدرت عمومی مثل که امروز کیزش‌های مردمی رو می‌بینیم افزایش پیدا می‌کنه. طالب هم دیگه در مرحله آخر مشروعیت قدرتش رو از دست میده. طالبا اگر این استدلال رو دارن که حکومت فعلی رو آمریکایی‌ها آورده، اینکه آقای اشرف غنی قدرت رو به شورای عالی دولت که متشکل از همه گروه‌ها به قول طالبا طرف افغانی هست منتقل بکنه، حتی در سطح جنگجویان عام هم دیگه طالب مشروعیت جنگش رو به نوعی میتونه از دست بده. هیچ استراتژی مشخصی هم دولت افغانستان تا فعلا در میدانهای جنگ نداشته و نداره. یک ولسوالی سقوط میکنه، دولت حالا تحت فشار افکار عمومی نیرو اعزام میکنه، به اونجا حمله میکنن، تلفات به مردم عام وارد میشه، تلفات به طالب هم وارد میشه، به دولت هم وارد میشه، اون ولسوالی رو میگیرن، بعد میرن جای دیگه، بعد طالبان دوباره میان ولسوالی رو تصرف میکنن. این نشون میده که عملا دولت برنامه‌ای برای نگه داشتن این مناطق نداره، برنامه‌ای برای جلوگیری از حملات طالب به این ولسوالی‌ها نداره. به همین خاطر میشنویم که هر ولسوالی داره سقوط میکنه. وقتی که مقامات جمهوری اسلامی با طالبان ملاقات میکنن، چه هیئتشون در تهران چه هیئت جمهوری اسلامی در قطر، وقتی که هیئت طالبان به مسکو دعوت میشن و با وجود درخواست‌های دولت افغانستان برای اینکه اونها در لیست سیاه هستن و نباید قابلیت تردد داشته باشن به کشورهای دیگه، باز هم ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل، قدرت‌های بزرگ توجهی نمی‌کنه. اینکه ایالات متحده آمریکا میاد با اونها قرارداد امضا می‌کنه. در عرف استراتژیک نماینده طالب‌ها در قطر آقای ملا برادر در ملاقاتش با وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا نسبت به او خیلی سبک و بی‌توجه برخورد می‌کنه و خودش رو در یک موقف و موضع برتر می‌دونه. در این که کشورهای مختلف من جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، حتی در حال حاضر هیئت هندی داره با طالبان ملاقات میکنن، به این معناست که امروز نسبت به دولت افغانستان کشورهای منطقه و جهان طالب رو به عنوان شریک قابل اعتمادتری یا شریک مسلطتری در قضای افغانستان میشناسن. و همین خاطر من میتونم بگم که در شرایط فعلی متاسفانه این کلمه رو بهش اضافه میکنم، طالب واقعیت پررنگتری نسبت به دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. با ادامه این پیشروی ها و وقتی که آمریکایی ها میجگونه فشاری بر طالب ها وارد نکردن، خلاصه وضعیت داشت میرفت به طرف یک مرحله بسیار خطرناک. اما به حال رئیس جمهور افغانستان تحت فشارهای مردمی در نهایت مجبور شد که یک سری تغییرات وجود بیاد تا حداقل هماهنگی بیشتر ایجاد بشه. همزمان با این تغییرات بسیج مردمی، کسایی که فرماندهان جهادی بودن، نمایندگان مردم در مجلس بودن، متنفذین محلی بودن، کسانی بودن که در بین مردم خلاصه ارتباط داشتن، سران اقوام، اینایی که به هر ضد طالبان بودن دیدن که وضعیت خطرناکه و دولت هم اولا از هم پاشیده، اینا شروع کردن به صورت خودجوش نیروهای مردمی رو بسیج کردن و بسیج این نیروهای مردمی هم سبب شد که امداد نیروی امنیتی افغانستان هم روحیه بگیرن که مردم اونا رو فراموش نکرده و میان دوشادوش اونا در میدان جنگ علیه طالبا مبارزه میکنه. به این خاطر این دو تغییر جدید، هم تغییر در رهبری نیروی امنیتی افغانستان و هم ایجاد بسیج مردمی و خیزش مردمی، ما نشانهایی رو داریم میبینیم در طول روزهای گذشته که در طول هفته آینده میره معادله جنگ رو تغییر بده و بسیار از مناطقی که در دست طالبا هست به اون مناطق پس گرفته بشه. به این خاطر من فکر میکنم که شرایط تغییر خواهد کرد. من فکر میکنم با توجه به اینکه طالب ها دچار یک غرور بسیار بالایی شدند و تصور میکنن که ما امپراتوری زمان رو شکست دادیم، دیگه کسی جلودارمون نیست، باید یک مقداری در میدان جنگ هم ترمزشون کشیده بشه. و اونها نمیدونن، این حرف رو نمیدونن یا اینکه خیلی دست کم گرفتن. ممکنه قدرت خارجی رو در افغانستان هر کسی شکست بده، ولی افغان رو شکست دادنش سخته. نمیگم ممکن نیست، سخته. خود طالبان گلیم بقیه احزاب رو جمع کردن ولی کامل نتونستن که از صحنه سیاسی افغانستان محوشون بکنن. یا خود طالبان رو باز دوباره مثلا اتفاقاتی که افتاد قبل از اون، حکومت مجاهدین، حکومت کمونیستی رو، جنگ افغان‌ها با همدیگه یک جنگ فرسایشی طولانی مدت میشه، این رو باید تمام طرف‌ها بدونن. اما در کنار این که حالا دولت افغانستان و شرکای قدرت دولت افغانستان باید برای کوتاه مدت یک ضربه ای از خودشون نشون بدن برای اینکه بتونن توازن رو در میدان جنگ ایجاد بکنند، بلافاصله ما باید بریم به سمت پایان جنگ و استفاده از ابزار سیاسی.
تلفات غیر نظامیان در سه ماهه نخست سال 2021 در افغانستان بار دیگر به سطح خشونت‌ها در سال 2019 رسید. این در حالی است که سطح تلفات غیر نظامیان در سه ماهه نخست سال 2020 به خاطر عوامل مختلف ناشی از امضای توافقنامه صلح کاهش پیدا کرده بود. در سه ماهه اول سال 2021 خشونت‌هایی که بیشترین میزان تلفات غیر نظامیان را در پی داشتند عبارت بودند از درگیری‌های زمینی، بمب‌های کنار جاده‌ای و قتل‌های هدفمند. تعداد قتل‌های هدفمند حدود 40% افزایش داشته، اما تعداد تلفات ناشی از آن تقریباً تغییری نداشته است. همه این ارقام تصویری از کشوری است که سال‌هاست درگیر جنگ است و خشونت در آن همچنان می‌تازد.